در شامگاهی شبکیتن با شهرام شهرامیان. خانم آقایان سلام، شهرام شهرامیان هستم، سردبیر خبر شبکه جهانی تن تی وی و در شامگاه چهارشنبه هفتم آگست سال 2013 مشروع مهمترین اخبار و رویدادهای روز جهان را از شهر تورنتو کانادا به اطلاع شما بینندگان عزیز میرسانم. با این یادآوری که پس از پایان مشروع اخبار برنامه اختصاصی تفسیر خبر نیز به سمع و نظرتان خواهد رسید که میپردازد به بررسی مشکلات بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی حسن روحانی در محافل سیاسی جمهوری اسلامی در مطلبی تحت عنوان جنجال دوباره بر سر قرارداد گازی کرنسنت در وزارت بیژن زنگنه. اینک سرفصل مهمترین خبرها. وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در دولت حسن روحانی میگوید معضل کمبود دارو در ایران تا پایان سال جاری حل خواهد شد. پلیس مالزی اعلام کرد یک جائل حرفه‌ای ایرانی را که گفته می‌شود پاسپورت تقلبی در اختیار تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان قرار می‌داده بازداشت کرده است. دادگاه فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام اخلال در نظم زندان بدون اعلام رأی توسط دادگاه انقلاب به پایان رسید. منابع آگاه نفتی میگویند کردستان عراق برخی از محموله‌های نفتی خود را از مسیر ایران به بازارهای آسیایی ارسال می‌کند. نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی اظهار امیدواری کرد که ایران تحت ریاست جمهوری او مسیر جدیدی را در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. کاخ سفید اعلام کرد دیدار از قبل تعیین شده باراک اوباما با ولادیمیر پوتین که قرار بود ماه آینده در مسکو برگزار شود لغو شده است. گروه های اپوزیسیون در تونس با برپایی تظاهراتی گسترده خواستار برکناری دولت اسلامگرای این کشور شدند. و تلاش میانجیگران خارجی برای برقراری آتش آشتی ملی در مصر و برون رفت از بنبست سیاسی در این کشور با شکست مواجه شد. اینک مشروع اخبار. وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان در دولت حسن روحانی میگوید معضل کمبود دارو در ایران تا پایان سال جاری حل خواهد شد. به گزارش خبر آنلاین روز چهارشنبه 16 مرداد حسن قاضی‌زاده هاشمی اظهار داشت دولت آقای روحانی در نظر دارد ستادی برای رسیدگی به مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل دهد که در آن معاون اول رئیس جمهوری هم حضور دارد تا به این ترتیب ناهماهنگی ها میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت معدن، صنعت و تجارت و شرکت های وارد کننده دارو به حداقل برسد. بنابر این گزارش وی در ادامه افزود مهمترین برنامه وزارت بهداشت و درمان در این ماه ها حل بحران دارو خواهد بود و او امیدوار است با از بین رفتن ناهماهنگی ها تا پایان سال جاری این بحران برطرف شود و کشور به آرامش برسد. آقای قاضی‌زاده هاشمی اما درباره تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات دیگری که برای واردات دارو وجود دارد نظیر نوسانات ارزی و تأثیر آن بر سرمایه وارد کنندگان دارو گفته است حل این دست مشکلات زمانبر است و ممکن است چند ماهی به طول بیانجامد. یادآور می‌شود ایران در ماه‌های اخیر با
بحران کمبود دارو را تجربه کرده و گزارش‌های مختلف حکایت از آن دارد که به ویژه بیماران خاص مانند مبتلایان به تالاسمی، ام اس، هموفیلی و مبتلایان به بیماری‌های صعب العلاجی مانند سرطان با دشواری‌های بسیاری برای تهیه داروی خود دست و پنجه نرم می‌کنند. و خبری از بازداشت جائل گذرنامه ایرانی در مالزی. پلیس مالزی روز چهارشنبه 7 آگست میگوید یک جائل حرفه‌ای ایرانی را که گفته می‌شود پاسپورت تقلبی در اختیار تروریست‌ها و قاچاقچیان انسان قرار می‌داده بازداشت کرده است. به گفته پلیس این فرد احتمالاً برای متهمان بمب‌گذاری فوریه 2012 در تایلند نیز پاسپورت تقلبی تهیه کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ایوب خان پیچای معاون رئیس پلیس ویژه مقابله با تروریسم در مالزی در این باره گفت سید رامین میرعزیز پاک نژاد به همراه همسرش 3 آگست در کوالالامپور پایتخت مالزی بازداشت شده است. به گفته وی آقای پاک نژاد 45 ساله تابستان سال جاری با پاسپورت تقلبی ترکیه‌ای وارد مالزی شده است. بنابر این گزارش ایوب خان پیچای آقای پاک نژاد را فردی خطرناک توصیف کرده که با در اختیار داشتن منابع مالی به تروریست ها، قاچاقچیان مواد مخدر و انسان کمک می کرده است تا با مدارک تقلبی سفر کنند. این مقام پلیس مالزی همچنین تأکید کرد که سید رامین عزیز پاک نژاد برای مظنونان به دست داشتن در انفجارهای تروریستی سال گذشته در پایتخت تایلند نیز گذرنامه تهیه کرده است. به گفته معاون رئیس پلیس ویژه مقابله با تروریسم در مالزی، رامین پاک نژاد در کنار صدور مدارک تقلبی برای تروریستا و قاچاقچیان برای کسانی هم که قصد ورود غیرقانونی به کشورهایی چون استرالیا را داشتند نیز پاسپورت جعلی تهیه می‌کرده است. و خبری از برگزاری دادگاه فائزه هاشمی رفسنجانی در تهران. دادگاه فائزه هاشمی به اتهام اخلال در نظم زندان بدون اعلام رأی دادگاه به پایان رسید و این در حالی است که وکیل پرونده میگوید در صورت عدم رضایت از رأی دادگاه به آن اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس جلسه غیرعلنی رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 16 مرداد با حضور متهم در شعبه 15 دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و مدت 105 دقیقه به طول انجامید. بنابر این گزارش پس از برگزاری جلسه فائزه هاشمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد در دادگاه واقعیت‌ها را گفتم و روند دادگاه خوب بود. حالا باید منتظر رأی قاضی باشیم. به گفته وی جلسه امروز به شکل قانونی برگزار شده و او اعتراضی به جلسه ندارد. گفتنی است غلامعلی ریاحی موکل خانم هاشمی نیست با تاکید بر اینکه به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمیتواند در مورد محتویات آن صحبت کند گفت طبق قانون یک هفته پس از برگزاری دادگاه قاضی رأی خود را صادر می کند و در صورتی که رأی صادر مورد رضایت ما نباشد قطعا به آن اعتراض می کنیم. یادآور می شود فائزه هاشمی زمانی که دوران محکومیتش را در زندان اوین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام می گذراند به اخلال در نظم زندان متهم شد. و خبری از ارسال نفت کردستان عراق از طریق ایران. منابع آگاه نفتی میگویند کردستان عراق برخی از محموله‌های نفتی خود را از مسیر ایران به بازارهای آسیایی ارسال می‌کند، اقدامی که می‌تواند موجب خشم بغداد و واشنگتن شود. به گزارش خبرگزاری رویترز منابع آگاه میگویند اقلیم کردستان در 2 ماه گذشته نفت خام خود را به بندر امام خمینی در ایران منتقل کرده است. این خبرگزاری همچنین این تأکید دارد که تعداد دقیق این محموله ها مشخص نیست اما می تواند در حدود 30,000 بشکه در روز باشد. به گفته رویترز از زمان بسته شدن خط لوله اصلی انتقال نفت خام کردستان در سال گذشته که در پی اختلاف میان اربیل و بغداد بر سر نحوه تقسیم درآمد حاصل از این نقل و انتقال ها صورت گرفت، کردستان از کانال ترکیه و حال نیز ایران اقدام به انتقال نفت خام خود می کند.
و این در حالی است که انتقال نفت خام از کردستان عراق به ایران از یک سو به جهت اختلافات بر سر نحوه تقسیم درآمد ناشی از پول نفت میان اربیل و بغداد میتواند منجر به ناخشنودی مقام های بغداد شود و از سوی دیگر به جهت تحریم های نفتی اعمال شده از سوی آمریکا علیه حکومت ایران امکان دارد موجبات خشم واشنگتن را نیز فراهم کند. هرچند مقام های اربیل میگویند هیچ نفتی تاکنون از کانال ایران صادر نشده است، اما اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی رویترز حاکی از انتقال نفت کردستان عراق از مسیر ایران است. و خبری از بریتانیا و ایران. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران اظهار امیدواری کرده است که ایران تحت ریاست جمهوری او مسیر جدیدی را در پیش بگیرد و روابط دو کشور بهبود یابد. به گزارش بی بی سی آقای کامرون در این نامه که در وبسایت دفتر نخست وزیری بریتانیا منتشر شده خواهان بهبود گام به گام روابط با تلاش‌های دو طرف شده است. به نوشته وی بهبود روابط دو کشور روندی تدریجی خواهد داشت و لازم است چندین مسئله حل و فصل شود. بنابراین گزارش نخست وزیر بریتانیا در این نامه همچنین از ایران خواسته است بر سر برنامه اتمی خود به طور سازنده و جدی با جامعه بین الملل وارد تعامل شود و از یک راه حل صلح‌آمیز برای بحران سوریه حمایت کند. گفتنی است این نامه به مناسبت تحلیف آقای روحانی ارسال شده و این در حالی است که روابط ایران و بریتانیا از آذر ماه سال 90 و در پی حمله گروهی از منتقدان سیاست‌های بریتانیا به سفارتخانه و اقامتگاه دیپلمات‌های این کشور در تهران به پایین‌ترین حد تنزل یافت. به گونه‌ای که پس از آن حادثه بریتانیا سفارتخانه خود را در تهران بست و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را هم از لندن اخراج کرد. و خبری از لغو دیدار رؤسای دو کشور آمریکا و روسیه. کاخ سفید اعلام کرد دیدار از قبل تعیین شده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که قرار بود ماه آینده در مسکو برگزار شود لغو شده است و این در حالی است که دلیل لغو دیدار رؤسای جمهور دو کشور اعطای پناهندگی به ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه دولت آمریکا از سوی دولت روسیه اعلام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس کاخ سفید طی بیانیه اعلام کرد اوباما به خاطر عدم پیشرفت کافی در مسائل دو جانبه برنامه دیدار با پوتین را به تأخیر انداخته است. بنابراین گزارش سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته است که با توجه به عدم پیشرفت ما در زمینه تنش‌های از قبیل سیستم دفاع موشکی، کنترل سلاح، امور تجاری و مالی، مسائل امنیت جهانی، حقوق بشر و جامعه مدنی طی 12 ماه گذشته، آمریکا به دولت روسیه اعلام کرده است که بر این باور است این دیدار بعد از رسیدن به نتایج بیشتری در این زمینه‌ها سازنده‌تر خواهد بود. جی کارنی در ادامه افزوده است تصمیم مایوس کننده روسیه برای اعطای پناهندگی موقت به اسنودن نیز عاملی برای تصمیم اوباما برای لغو دیدار با پوتین بوده است. گفتنی است آسوشیتد پرس همچنین از قول مقامات آمریکا ادامه حمایت دولت پوتین از بشار اسد در سوریه را نیز در فهرست مناقشات دو کشور مطرح کرده. بینندگان عزیز، در این بخش از برنامه شامگاهی اخبار توجه شما را به دیدن توصیه پزشکی امشب جلب می‌کنیم که توسط دکتر مهدی شیدایی به سمع و نظرتان می‌رسد. دوستان عزیزی که احساس کوفتگی ماهیچه می‌کنن حالا بعد از روز کاری یا هر چی، ماساژ خیلی ماساژ رو ترجیح میدن. ماساژ خیلی خوب هستش، ماساژ خیلی موقع کمک می‌کنه، ولی یادتون باشه ماساژ همیشه درمان نیستش. فکر نکنید که شما اگه یه درد خاصی دارین با ماساژ میشه از بین بره. ماساژ می‌تونه کمکتون بکنه، اگه کمک کرد عالی، ولی اگه بعضی موقع هم میتونه اگه درد شما جدی‌تر از اون حد فقط ماهیچه باشه میتونه ماساژ بهترش بکنه. موقعی که ماساژ میرین به ماساژ تراپیستتون بگین که فشار زیاد بهتون نیاره، مخصوصا اگه درد دارین، چون میتونه بهتر تحریک کنه و دردتون بهتر بکنه. و اگه بعد از سال چند جلسه ماساژی که رفتین دیدین که احساس بهتری نمی‌کنین، بدونین که اون مشکل جدی‌تریه و فراتر از فقط ماساژ هستش. با دکتر کاریپکتر خودتون صحبت بکنین و یه تستای خاصی انجام میشه از لحاظ ارتوپدی، نورولوژی و این حرفا که ببینین که مشکل واقعا از کجا هستش و چطور میشه جلوی مشکلات بعدی رو گرفت.
و خبری از تونس. ده ها هزار نفر در بامداد روز چهارشنبه هفته آگست علیه دولت اسلامگرای تونس دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به دلیل ماه رمضان در ساعت 1 بامداد به وقت محلی در مقابل ساختمانی برپا شد که در آنجا قرار است قانون اساسی تونس تدوین شود. به گزارش الجزیره، تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری دولت اسلامگرای تونس به رهبری حزب النهضه شدند. بنابراین گزارش، برخی از تظاهر کنندگان تصاویر محمد براهمی و شکری بلید، دو سیاستمدار مخالفی را که در دست داشتند که توسط اسلامگرایان افراطی ترور شدند، و این در حالی است که بسیاری از معترضان دولت تونس را مسئول این ترورها می دانند. و اما از سوی دیگر و در یک اقدام غیر مترقبه، رئیس مجلس ملی قانونگذاری شب گذشته و کمی پس از آغاز تظاهرات مخالفان فعالیت‌های این مجلس را تا زمانی که گفتگویی میان دولت و مخالفان لائیک آن صورت نگیرد به حال تعلیق درآورد. به گفته مصطفی بن جعفر رئیس مجلس مؤسسان، نشست‌های پارلمان موقت تونس تا زمانی که مذاکرات میان دولت و احزاب مخالف از سر گرفته نشود برگزار نخواهد شد. مصطفی بن جعفر هم چون این اعلام کرد، شخصا در پی برپایی گفتگوها میان گروه‌های سیاسی مختلف تونس است و این در شرایطی است که شنبه شب گذشته 150 هزار نفر از هواداران حزب النهضه به خیابان‌ها ریختند و از دولت اسلامگرای کشورشان حمایت کردند. و خبری از شکست میانجیگری در بحران سیاسی مصر. تلاش میانجیگران خارجی برای برقراری آشتی ملی در مصر و برون رفت از این بنبست سیاسی در این کشور شکست خورده است و این در حالی است که با شکست تلاش‌های بین‌المللی احتمال تقابل بین ارتش و نیروهای اسلامی و خونریزی‌های گسترده در این کشور قوت می‌گیرد. به گزارش العربیه، عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر ضمن انتقاد از سخنان جان مککین و لینزی گراهام، دو سناتور پرنفوذ آمریکایی، اخوان المسلمین را مسئول شکست تلاش‌های میانجیگران خارجی دانسته است. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری موقت مصر روز چهارشنبه 7 آگست اعلام کرد تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای آرام کردن فضای سیاسی مصر و جلوگیری از برخوردها امروز بدون نتیجه به پایان رسید. عدلی منصور اخوان المسلمین را مسئول این شکست معرفی کرده به آنان درباره نتایج تجاوز به قانون و به خطر انداختن امنیت ملی و عمومی در مصر هشدار داد. و اما از سوی دیگر، جان مککین، یکی از سناتورهای سرشناس آمریکایی که برای آرام کردن اوضاع و میانجیگری به مصر رفته بود، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفته است نمی‌دانسته است اوضاع در مصر تا این اندازه بد و انفجاری است. به گفته مصر فقط چند روز با یک حمام خون و خونریزی تمام عیار فاصله دارد. بینندگان عزیز، اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می‌کنم که می‌پردازد به بررسی مشکلات بیژن زنگنه، وزیر پیشنهادی حسن روحانی در محافل سیاسی جمهوری اسلامی. در مطلبی تحت عنوان جنجال دوباره بر سر قرارداد گازی کرسنت در وزارت بیژن زنگنه،
از وقتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بیژن زنگنه را به وزارت نفت پیشنهاد کرده است، نام یک پروژه پرسر و صدا دوباره به گوش می‌خورد. قرارداد گازی کرسنت. درباره این قرارداد که برای صادرات گاز ایران به امارات متحده عربی بوده، سوال‌های زیادی وجود دارد، از جمله درباره قیمتش. و حال آقای زنگنه گفته است که به این ابهامات پاسخ خواهد داد. توجه شما را به دیدن گزارشی در این باره جلب. روح سرگردان قرارداد کرسنت برگشته تا وزیری را که آن را کلید زد گرفتار کند. بیژن زنگنه هم امروز گفته در جلسه رأی اعتمادش به سؤال نمایندگان مجلس درباره این پروژه پاسخ خواهد داد. از جمله اینکه چرا پذیرفت گاز ایران به بهایی زیر قیمت به امارات صادر شود. اما اولین وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به دفاع از آقای زنگنه آمده. غلام حسین نوذری به خبرگزاری ایسنا گفت شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد، ولی بیش از 7 سال می گذرد و در این مدت سهم ایران در میدان سلمان در حال سوختن است. گاز قرارداد کرسنت قرار بود از این نقطه کوچک در خلیج فارس بیاید. میدان نفتی سلمان که بین ایران و امارات متحده عربی مشترک است. این گاز قرار بود به شارجه در امارات صادر شود. قرارداد صادرات گاز به شارجه در سال 1381 امضا شد و قرار بود صادرات از سال 84 شروع شود. اول با 500 میلیون متر مکعب گاز در روز و نهایتاً روزانه تا 800 میلیون متر مکعب. مدت قرارداد 25 سال بود و قرار بود در قیمت گاز بعد از 7 سال تجدید نظر شود. قیمت هر متر مکعب گاز در این قرارداد 40 دلار تعیین شده بود. در بهمن سال 84 وقتی که باید صادرات گاز شروع می شد، محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از این قرارداد به عنوان یک فساد اقتصادی نام برد. آقای رحیمی گفت قیمت گاز خیلی پایین است و افراد مختلف به عنوان دلال مبالغ زیادی از این قرارداد منتفع می شوند. بعد روزنامه کیهان از نقش علی کردان وزیر وقت کشور پرده برداشت که گفته میشد به رغم اینکه دیگر در وزارت نفت سمتی نداشت، هنوز مشغول مذاکره با طرف اماراتی بوده. نهایتا ایران قرارداد مربوط به این صادرات گاز را متوقف کرد. طرف اماراتی هم موضوع را به دادگاه بین‌المللی لاهه کشاند. عباس یزدانپناه یک ایرانی است که به گفته روزنامه‌های مختلف از دبی با ارتباط تصویری به دادگاه مورد نظر درباره پرونده این قرارداد شهادت داده بود. آقای یزدانپناه از یک ماه پیش در دبی ناپدید شده بود و حالا جسدش در فجیره پیدا شده. البته معلوم نیست مرگ آقای یزدانپناه به قرارداد کرسنت مربوط باشد. در حالی که گاز این میدان در طرف ایرانی می سوزد و به هوا می رود، معلوم نیست شعله های آن دامن چند نفر دیگر را هم خواهد گرفت. بینندگان عزیز، با خاتمه یافتن برنامه شامگاهی اخبار و تفسیر خبر، ضمن سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بوده اید، از طرف خود و همه همکارانم در واحد خبر شبکه جهانی تن تی وی تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. روز روزگار بر همگان خوش. شامگاهی شبکه